پلوم درمانی، روش تازه حکومت برای مقابله با آنچه بدحجابی و بیحجابی می نامد. در تازه ترین مورد، اخباری منتشر شده از پلوم به دومین جشنواره لاله های آسارا، جشنواره‌ای که با این ویدیو آغاز به کارش را اعلام کرد. بخشدار آسارا از این کلیپ انتقاد کرده و گفته گزارش تخلفات به مبادی زیربط داده شده و با هر گونه ناهنجاری اجتماعی و عدم رعایت موازین قانونی و شرعی در جشنواره گردشگری لاله های بخش آسارا برخورد قانونی می شود. تعطیلی جشنواره اما ساعتی بعد تکذیب شد. خبرگزاری میزان گفته پیگیری ها نشان می دهد باغ لاله آسارا پلمپ نشده و روز گذشته به دلیل استقبال مراجعان و ترافیک سنگین جاده چالوس درهای این مجموعه برای ساعاتی بسته شده. گستره بگیر و ببند های حکومت تنها به شادی ها محدود نمی ماند و در مرگ و عزا هم سر و کله آمران به معروف و ناهیان از منکر پیدا می شود. به گونه ای که در دنیای مردگان هم نمیتوان حجاب اختیاری داشت. مرکز اطلاع رسانی شهرداری کرمانشاه پس از انتشار تصویر سنگ قبر دختری در شبکه‌های اجتماعی با عکس بدون حجاب او خواستار تعویض سریع آن شد. این مرکز اعلام کرد از خانواده‌های متوفی هنگام دریافت مجوز تدفین تعهدنامه عدم درج تصاویر بانوان را اخذ می‌کنیم که متأسفانه این خانواده رعایت نکرده و درخواست شده هر چه سریع‌تر نسبت به تعویض آن اقدام شود. پس از رویت این تصویر بدون حجاب، نیروهای خدماتی آرامستان با حفظ احترام و شأنیت این مرحومه نسبت به پوشاندن تصویر اقدام می کنند و اداره حقوقی سازمان آرامستان نیز در تماس تلفنی با خانواده این مرحومه درخواست می کند هرچه سریع‌تر نسبت به تعویض آن اقدام شود. در آن سوی تبلیغات حکومت و فشارهای نهادهای امنیتی و انتظامی، حضور پرتعداد زنان بدون حجاب اجباری چهره شهرها را دگرگون کرده. در تازه ترین مورد، این دختران و پسران موتورسوار. آفرین که همه دخترشون اومدن. جمهوری اسلامی با مخدوش کردن، برداشتن و پوشاندن گیسوان زنان بر سنگ قبر و اصرار بر برخوردهای قهری در کوچه و خیابان به زنده نگه داشتن قانون حجاب اجباری میکوشد. قانونی که به نظر میرسد بخش بزرگی از زنان و دختران ایران در جریان اعتراضات اخیر از آن عبور کردند.